سلام امیدوارم که خوب باشه بریم سراغ سشن اول این کورس و به صورت کلا دوست دارم ویدیوها رو کوتاه 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 تر کنم مسائل ساده ساده تر کنم همونجور که توی ویدیو پیشگفتار یا اون کورس استراکچر س... س... توضیح دادم ممکنه بعضی از مسائل از روز تکنیکی کامل نباشه یا حتی غلط به نظر برسه من بیشتر دوست دارم مطالب طوری باشه که برای کسی که اصلا آشنا نیست با این دنیا قابل هضم باشه در آینده میتونه در قدم های بعدی این مسائل رو برای خودش به حقیقت نزدیک تر کنه تو این بخش دوست دارم در مورد اکاونتینگ سیستم بیت کوین یا سیستم حسابرسی چه جور این این پول چه کسی هست جواب داده میشه و چی رو دنبال میکنیم داده خام ما در دنیا چی در مورد اکاونتینگ سیستم بیت کوین میخوایم صحبت کنیم که اصطلاحا به صورت تکنیکی بهش میگن UTXO base او حالا این کمی اسم جیبریش این داستانه ولی من سعی میکنم کمی ساترش کنم و میخوام برای که بهتر این جا بیفته این رو به شکل سیستم حسابرسی سکه های طلای قدیمی توضیح بدم ها سکه های طلا جور میشه الان هم البته به عنوان داد ازش استفاده نمیشه بیشتر به عنوان یک چیز ذخیره ارزش ولی فرض کنیم میخوام اون سیستم رو به عنوان یک مدل قابل هضم که شبیه به سیستم اکاونتینگ بیت کوین هست توضیح یک اشاره کوچیکم هم به سیستم اکاونتینگ اتریوم و بلاک های شبیه اتریوم میکنم بعد در مورد دو تا موضوع خاص که در دنیای بیت کوین ارزشمند هست برای تمیز کردن این داده از این بابت که نه که داده غلط رو درست بکنه داده رو به واقعیت نزدیکتر میکنه در دو تا مفهوم انتیتی ادجاستمنت چینج ادجاستمنت صحبت خواهم کرد اصراری ندارم اینا رو فارسی کنم چون بعضی موقع با فارسی سازی سری کلمات شما واقعا مفهوم از دست میدید خودتون عادت بدین به کلمات انگلیسی مخصوصا چون من توصیه کردم که توییتر انگلیسی داشته باشین کلمات رو به انگلیسی بشنوید در نهایت هم یک اشاره کلی به دادههایی که در بلاک بیت کوین داره ذخیره میشه داده هایی که هر ده دقیقه در واقع داره برای ما یک جای ثبت میشه که ممکن بشه دست داشته باشیم یه اشاره هم به اون داده ها میکنم بریم سراغ بحث اینکه سیستم اکاونتینگ بیت کوین چیه و چرا شبیه گلد هست در واقع این UTXOی ای که ما میگیم در واقع خشت دنیای اکاونتینگ بیت کوین هست یو در واقع مخفف آن اسپند ترانزکشن هست شما لازم ندارین این رو بدونید فرض کنید هر یو یه چیزی شبیه یک سکه طلا است با وزن و یعنی اندازه کاملا آربیتری یعنی شما هر وزنش رو میتونید مثلا سکه یک گرمی داشت یک اونسی داشته باشین دو اونسی داشته باشین 100 اونسی داشته باشید فرض کنید که شما توانایی یک سیستم اقتصادی داشته باشید که توانایی تولید یا مین کردن یا دست به دست کردن این کوین ها به هر سایز متفاوت برای شما موجود باشه این دنیای بیت کوین هم در واقع یه چنین چیزی هست یعنی شما اگر گلد کوین رو مشابه همون بیت کوین یو بدون... او یعنی نزدیک چیزی که میتون تو دنیا برای اون بیت کوین یو او مثال بزنیم یک سکه طلا هست شبیه همون سکه طلا هر یوتی ایکس او میتونه سایز دلخواه داشته باشه یعنی سایزش ممکنه تغییر کنه اگر همه یوتیکس ها رو مثل سکه طلا بریزین رو هم وزن کنی <تصفح> معادل با سرکولتینگ ساپلای میشه 19.5 میلیون میشه در تاریخ امروز و اینکه اون سکه ها تریسبل هستن ما سکه ها رو دنبال میکنیم که چه اتفاقی براشون داره میفته که اون سکه مثلا از یک نفر به نفر دیگه جابجا جا, جا میشه صاحب جدید شما فرض کن روی سکه آدرس صاحب جدیدش روش خورده میشه اینکه تو چه بلاکی یعنی در چه زمانی این سکه جابجا شده تاریخ هم روش خورده میشه و این دوتا اطلاعات شروع تولید اطلاعات بعدی آنچین هستن فرض کنیم ما توانایی رو داشتیم که امروز تمام سکه های طلای دنیا رو بدونیم آدرسشون کجاست هر کی چقدر داره و اینکه تاریخ آه که این سکه تو جیب اون فرد اومده چه تاریخی هست و از این به بعد هر سکه که جابجا جا میشه وقتی اون سکه به دست طرف مقابل داده میشه تاریخ جابجایی اون سکه و اینکه صاحبش کی بوده رو رو بزنیم و این اطلاعات رو هر ده دقیقه جمع کنیم و نگاه کنیم به تغییرات که تو هر ده دقیقه نسبت به ده دقیقه قبلی اتفاق میفته در واقع دنیا آنچین همینه دنبال کردن تعداد زیادی از سکه های طلا حالا من کلمه طلا کارم UTXO یا های بیت کوین هست ولی برای به ذهن شما نزدیک بشه کلا دنیای آنچین یا دنیای تحلیل رفتاری بیت کوین دنبال کردن این سکه های طلا هست که حالا اسمش اونجا میذاریم یو یا آن transaction output یا خروجی خرج نشده ولی من اصلا علاقه به فارسی سازی ندارم همون یوتیکس رو کلمه درست است شبیه سکای طلا هست حالا اینو در نظر داشته باشین این به بسم الله این داستان هست شما فرض کنید یوتیکسو همون هم سکه طلا هستن خب حالا چه, ف... چه تفاوتی اینجا میکنه سیستم کمپنی که بیت کوین با اتریوم وقتی که ما تو دنیای بیت کوین چه چیزی شبیه سکه های طلا داشته باشیم همون یوتکس ها ما در واقع دنبال میکنیم جا به جایی این بیت کوین ما دنبال خود asset هست هستیم تو هر فرض کنید که ما دفتر در واقع حالا اینو به نکته میرسم که بلاک چین دقیقا مشابه چی خواهد بود ولی فرض کنید ما چیزی که داریم دنبال می‌کنیم تو اقتصاد خود این کوین ها هست و در واقع اون سیستم اگر چون تو دنیای این رمز ارزها میگیم ما هر یونیت یا هر واحد اون اسد هامون یا اون توکن یا اون کوین اون اقتصاد divisible هست یعنی شما میتونید بشکونیش به قطع ریستر هر بیت کوین میتونه تا, یک ساتوشی کوچیک تر بشه یعنی 100 ساتوشی میتونید به قطعات مساوی تقسیم اتریوم هم همینه ما اتریوم تا چند رقم اشار به قطعات ریس تقسیم کنیم ولی اون چیزی که دنبال میکنه دنیای بیت کوین همین سکه ها هستن که در واقع تقسیم پذیر هستن ولی دیسکریت هستن یعنی در واقع چی یعنی ما میتونیم تفکیک کنیم این بیت کوین ها یا این یوتیکس ها وقتی که تو حساب شما هست یا تو حساب ما هست ما در واقع نگاه به سکه های شما میکنیم بعد برای که تخمین بزنیم شما چقدر بیت کوین داریم میایم سکه رو با هم جمع میکنیم میگیم اینقدر داریم ولی دنیای اتریوم یا اتریوم اکاونتینگ یا در واقع اون اتریوم اکاونتینگ سیستم دنیایی که ما اونجا داریم یکم متفاوته قابل تقسیم هست ما میتونیم مثلا یک بیت کوین یک اتریوم رو به قطعات ریسک ولی چیزی شبیه ظرف اصله وقتی که میکس شد اون یعنی در واقع مقدار اصل اضافه شده به اصل قبلی تفکیک این تو اون سیستمی که ما داریم دنبال میکنیم سیستم آنچین دیتا که داریم دنبال میکنیم شبیه سکه ها نیست در واقع ما مجموع اصل های شما رو دنبال میکنیم به عنوان استیت اون سیستم حسابرسی اونا رو تفاوت نشون بدم تو دنیای بیت کوین اگر ما میگیم مثلا شما سه تا بیت کوین دارین اون سه تا بیت کوین شما در واقع دارین وزن بیت کوین شما رو اعلام می ممکنه سه تا بیت کوین معادل با صدها سکه با وزنای متفاوت باشه و ما اون سکه رو میتونیم ترک کنیم ولی دنیای اتریوم وقتی مثلا میگه شما سه اتریوم دارین در واقع منظور که مجموع اون چیزی که دارین اونه و ما اون عدد کلی دارایی شما رو دنبال میکنیم متوجه شدید و این فرق اساسی دو تا سیستم حالا خوبیاش چیه چه هایی داره برای بله دنیای از دید یک آنچنالیست سیستم ها که این به این صورت تعریف شده سیستم اتریوم ساده تر هست برای فهم چون در واقع مثل همون سیستم بانکیه خودتون شما سیستم بانکی شما توی بانک ملت یه عدد میبینید در واقع پولی در حساب شما ترک نمیشه بیان جمع بزنن میگن اوکی حساب شما مثلا اینقدر مج... خالص خروجی و ورودی حسابتون حساب میکنن میشه مجموع دارایی شما و یک تو حسابتون میتونید چک کنید ولی دنیای بیت کوین در واقع نه دنیای بیت کوین در واقع شما برای که تخمین بزنن شما چقدر دارایی دارید دقیقاً باید میزان دارایی شما یا همون سکه های که دارین یا همون یوتیکس ها وزنای متفاوتی داره مجموع اون جمع بزنیم و تو هر بلاک برای که یک آنچنالیست بتونه دنبال کنید در واقع رد این سکه ها رو میزنه تو دنیای اتریوم ما نه به اکانت ها نگاه میکنیم به مجموع دارایی همه نگاه میکنیم و اون میشه مبنای محاسبات ما بعد برای که اگر بیایم یک مشابه سازی کردیم یه گفتیم هر یو شبیه یک سکه طلا است برای که مشابه سازی رو کامل کنیم دنبال رو اینکه هر یو او رو شبیه یک سکه طلا بدونیم میتونیم بیایم اینجوری بحث کنیم میگه آقا تعداد یو توی شبکه معادل با چیه مثل شبینه که ما بیایم تمام سکه ها با وزنای متفاوت طلا رو بیایم با هم جمع کنیم یعنی بشماریم چند تا سکه داریم ممکنه سکا وزنشون متفاوت باشه ولی تعدادشون میتونیم بشماریم یوتیکس هم همینه ما تعداد یو امروزی که توی شبکه دارن دست به دست میشن رو میتونیم جابجا کنیم و مطمئنا اینو میتونه تصور کنیم که تعدادش بیشتر از 19 میلیون چون ما میلیون وزن این سکه طلا 19.5 میلیون ولی تعدادش میتونه ریز و درشت باشه و تعداد مسلما بیشتر از 19.5 میلیونه بعد ولیو یا حالا اندازین یوتکس رو در بشه مدل با وزن یک سکه طلا اگه ما میگیم مثلا یوتکس رو 100000 ساتوشیه میتونه شبیه این باشه که اون مثلا چیز وجود مثلا چه میدونم 100000 آنس طلا باشه اون یوتکس رو 100000 آنسی سرکولتی سپلای سرکولتی سپلای بیت کوین میتونه معادل با حد جرم یا وزن تمام این کوین های در حال در کوین های طلای در چرخه باشه مثلا اگه ما به واید BTC که یک واید بزرگتر ساتوشی هست نگاه کنیم مثلا تو دنیای بیت کوین میشه تانز اف طلا یعنی یک تون اف طلا ما در مدل با واید کوچکترش که مثلا چی بود اونس بود بعد همونجور که یوتکس رو میشه همونجور که یک سکه طلا ضرب میشه یوتکس هم کرییت میشه در واقع همون مفهوم رو تو ذهنتون بذارید همونجور که یه سکه طلا آب میشه متوجه شدین و حالا ممکنه به قلچه های ریستر جمع بشه یا نه ممکنه با چند تا سکه دیگه آب بشه و تبدیل به سکه بزرگتر بشه همون مفهومم هم در مورد اسپند کردن خرچ کردن یوتیکس رو اون یوتیکس های بیت کوین وقتی خرچ کردن در واقع چیز شبیه ملت کردن یا آب کردن سکه های طلا اتفاق میفته تایم استمپ همون چیزی که ما تو دنیای معمولی به صورت سکند مینت یا روز میفهمیمش تو دنیای سیستم اکاونتینگ بیت کوین یه چیزی شبیه اینه که در واقع اون تاریخ یه سکه تولید شده مثلا ما میگیم بلاک اول دوم سوم بلاک 700000 هزارم تو دنیای بیت کوین ب... تا... تار... زمان به صورت بلاک داره ریکورد میشه ام... یعنی در واقع ما ذهنیت و ذهنیت بلاک شماره بلاک هست در دنیای واقع مثل شبیه تاریخی که میخوره رو اون سکه لایف اسپن یا عمر اون یوتی اکس در واقع میشه چی میشه فاصله زمانی که از آخرین باری که یک سکه ضرب شده رو شما مثلا اگه روی سکه نوشته شده مثلا سال 2022 و, 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 و امروز 2023 هست لایف اسپن میشه یک سال در واقع مدت زمانی که گذشته از آخرین تاریخی که اون سکه ضرب شده و تبدیل یه سکه جدید مین شده و اومده داخل بازار از تا لحظه که اسپن نشده یا خرج نشده ما میتونیم لایف اسپن اون سکه رو حساب کنیم ولی به محض اینکه اون سکه اسپن شد اون یوتیکس رو اسپن شد و اون طلا آب شده و تبدیل به طلا جدید شد این تاریخ دوباره ریست میشه و این تاریخ لایف اسپن دیگه میتونیم براش حساب کنیم چون صفر میشه دیگه عمرش حالا برای که بیایم فرایند ماینینگ یا انجام تراکنش رو بخوایم مثال بزنیم در واقع اون کسی که داره ترا... اون اتفاقی داره توی تراکنش میفته چیز شبیه همون کسی است که یعنی کاری که داره اتفاق میفته کاری که ماینر میکنه در یک چیزی هست که شبیه تلاسازا اتفاق میفته ماینرها در واقع این کارو میکنن شما فرض کنید یک شخصی شخص آ میخواد یک اه، 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 به یک شخص دومی حالا یک شخص دیگه یک پولی بفرسته اوکی در واقع با بی مینوشتم شخص ب میخواد یک سکه بفرسته و برای که اون سکه رو بفرسته مثلا فرض کنید که یک و ساتوشی یا یک کنیم اونس سکه طلا داره یا یک و نیم ساتوشی یوتیکس او داره اوکی بخوام اینو برای یه نفری که بفرسته اون یه نفر چیزی که بخوام براش بفرسته یک و مثلا یک و 1.299 اونس طلا یعنی مقدار کمتری از اون جرم اول یوتیکس او که اون سکه طلا که جیبشه داره میخواد به فرد بفرسته اتفاقی میفته این سکه آب میشه یک سکه جدید ضرب میشه که یکو و دیویست جرمشه اون به اون شخص منتقل میشه مابی مابقی اون ببخشید داستان فقط گفتم بله ما میخواستیم فرض کنیم که شخص آم میخواد دو دهم اونس طلا بشه یک شخص یک مغازه دار بده این میتونه به اون بف... به دو دهم ولی سکهش یک کنیم گرمیه اون ماینر میاد این کارو میکنه که این سکه رو آب میکنه بر اون فرد دو دهمش رو میده به اون فرد که در واقع چیز بوده خرید طرف فروش هست یا اون مغازه دار یک و سه که در واقع این سکه که آب شده به دو تا سکه تبدیل شده یک و سه دمش برمیگرده به خودش یعنی در واقع اون سکه یک و نیم امسیش داره اینجا خرج میشه آب میشه تبدیل به دو تا سکه میشه اون مقداری که باید به فروشنده داده بشه به عنوان حالا پول خرید یا حالا طرف مقابل تراکنش منتقل داده میشه یک 2.99ش به خود بر چرا سال بپرسی خب مجموع دوتا تا نمیشه برای که یه مقدار این رو هم باید به به با عنوان حق و... یک مقداری به عنوان حق و زحمه باید به ماینرها بده اون کسی که این فرآیند آب کردن رو انجام بشه در واقع اون UTXO اولی که توج به فرد بود اینجا تبدیل شد به سه تا UTXO حالا لزوم نه لزومی نداره که همیشه ما بینم ممکنه مثلا صرافی وقتی میخواد تراکنش انجام بده ممکنه شما یه سکر آب کنید به 100 نفر بدید ولی یه مقدار آخرش اضافه بیاد و اون به عنوان چنج به شما برگرده حالا تو به بخش چنج میرسیم که این مقدار به جیب شما برگرده. شما یه یو تی دادین آب کردین به فروشنده دادین مقدارش به عنوان با اضافه اون چون شما بیشتر از اون چیزی که میخواستین خرج کنین یوتیکستون بزرگتر بود اون ماینر رو براتون آب کردن اون مقداری که به عنوان سایت تولید میشه بهش میگن چنج اون مقداری هم که اون فرد داره میبینین به عنوان یوتیکس جدید دوباره ضرب میشه یه مقداری هم دوباره به عنوان کوین جدید یا سکه که به ماینر داده میشه در واقع این فرایند انجام تراکنش کاری که ماینه داره میکنه همینجا است. حالا اینجا ممکن در این مثال ما یه دونه سکر آب کردیم چون بزرگتر از اون میزانی بود که میخواستیم به استور بدیم شرایط اونجوری هم یه جور دیگه ممکن وجود داشته ممکن شما میخواین یک مقداری خرج کنید به یک فرد جدید بفرستید مثلا میخواین 5 اونس بفرستید ولی یوتکس که جیبتون دارین یه دونه اونسه یه دونه سانسی یه, یه دونه مثلا 6 اونسیه برای شما با تعداد زیادی از یوتکس هاتون رو بریزین رو هم اون رو بدیم به ماینرها آب کنه یعنی تبلیک کنه یه دونه سکه به اندازه که میخواستیم به اون فرد بفر... بفرستید تولید بشه ما بقیش دوباره به عنوان یک یوتی اکسو جدید به جیب شما برگرده یه مقدار هم به عنوان یه یه م... یه سکه دیگه هم باید ذره تولید کنید از میزان کل ب... کوینی که آب شده و به ماینرها را بدین در واقع این فرایند که داره انجام میشه همون فرایند اسپند شدن یا آب شدن طلا و مینت شدن یا تولید کوین های جدید است حالا همین چیزی که توی چند دقیقه گفتم به جای کوین رو کلمه یوتیکسو رو بذاری جاش توی دنیای بیت کوین در واقع داره همین اتفاق میفته یوتکس رو اسپن میشن و یه سری یوتیکسو جدید تولید میشه و به افراد متفاوت که حالا همون مقدارش به اون دستینشن ما مقصد ما مقدارش به, ما مقدارش به ماینر ها و مقدارش به عنوان اضافه چون ما سکاک داشتیم وقتی رو هم ریختیم بزرگتر از چیزی بود که میخواستیم خرج کنیم اون جا هزینه میشه اون مقداری که اضافه بوده با عنوان یک سکه جدید برمیگرده به جیب ما این فرآیندی است که تو دنیای بیت کوین اتفاق میفته و ما این یوچیک این سکه ها رو داریم دنبال میکنیم تو دنیای بیت کوین بریم سراغ اینکه خب اوکی این فرآیند یک تراکنشه تو دنیای بیت کوین ما داریم چی رو ثبت میکنیم اینو حالا شاله در آینده من سعی میکنم تو کورسایی که اصلا موازی با دنیای آنچنل توضیح کلا پول یا اون واحد اقتصادی که ما اسمش حالا توی دنیای فیات بهش میگیم پول فیات تو دنیای بیت کوین بهش میگیم بیت کوین یا تو دنیای اتریوم بهش میگیم اون توکن ما توکن اتریوم ما این کلا تمام اگه اس... بخوایم ت... پول رو در یک کلمه تعریف کنیم پول یک لجره پول یک دفتر حسابه شما فرض کنید یه دفترچه دارید که هر برگشت معادل با اتفاقاتی هست که توی اون ده دقیقه اخیر اتفاق افتاده اه، اه، چه میدونم مثلا تو این در برگه که داریم الان مینویسیمش زیب مثلا حسین اینقدر بیت کوین فرستاده حسین به حسن اینقدر بیت کوین فرستاده این توکن این چیزا که جا جا, جا, جا مینویسیم و این میشه یه ای برگه از دفتر و میریم سراغ برگه بعدی پس تو هر برگه از این دفتر یا این لجر یا دفتر حساب در واقع ما داریم چیکار میکنیم یک سری تراکنش ها رو ثبت میکنیم حالا اون برگه دفتره برگه اون لجره اسمش بلاک میشه تو این دنیا با این تفاصلی که ما برای که به بلاک بعدی برسیم با... یا صفحه بعدی دفتر رو بریم پر کنیم باید صفحه قبلی یک اثری یک تاییدی ازش داشته باشیم و وارد صفحه بعد بشیم و این صفحه ها ترتیب دارن این در واقع همون تعریف بلاک چینه فقط شما اینو بدونید که تو هر بلاک تو هر ده دقیقه تو این دفتر حساب تو این دفترچه ما یه تعدادی تراکنش یعنی اتفاقی توی اسلاید قبل داشته بودیم میخوایم ثبتش کنیم اینا رو ثبت کنیم تو هر بلاک بذاریم این بلاک هم اون دفترچه هم اون صفحه برگ برگه یه محدودیتی داره یعنی شما نمیتونین کلی اطلاعات داخل اون بنویسیم و داخل اون دفترچه این تراکنش یه محدودیت داره حالا خیلی وارد این محاسبات نمیشن ولی چیزی حدود بین بالا نزدیک به هزار تا یا یه کمی بیشتر از این ترانزکشن ها این تراکنش ها داخل هر این بلاک جا میشه حالا میگم بازم من وارد بس تکنیکی نمیشم بیشتر هم اونجا میشه ولی شما فرض کنید چیز بوده 2000 تا تراکنش جا هست که در این بلاک یا این صفحه دفتری رو بنویسیم و برو سراغ دفتر بعدی و تو دنیای آنچین ما در واقع همین بلاک به بلاک این تراکنشی که داره انجام میشه رو بررسی میکنیم و هر اتفاقی تو این بلاک جدید نسبت بلاک قبلی بیفته محاسبات ما دوباره از اول انجام میشه و ما یه سری دیتای جدید که کی چقدر داره کی به کی چقدر منتقل کرده کسایی که منتقل کردن کیا بودن در واقع دنیای آنچه این دنیای اقتصاد رفتاری بررسی این صفحات این دفتر حساب هست پس این دنیای آنچینه و اطلاعاتی که ما داریم کنیم اون بیلدینگ بلاک ها یا اون ترتیب اطلاعات ما که ما یو داریم یو بخشی از تراکنشه تراکنش بخشی از بلاکه بلاک هم بخشی از لجره وقتی ما لجر رو باز میکنیم تا لول یو یا اون سکه های تلاک که جابجا شده ما دسترسی به اطلاعات داریم و اینجا به دو نکته بزرگ میرسیم یکی چینج ادجاستمنت فرایند ادجاست کردن اطلاعات بر اساس چینج یکم انتیتی ادجاستمنت حالا چینج ادجاستمنت چیه ما تو اون دفتر استاپ که داشتیم این اطلاعاتو می نوشتیم و حالا میخوام بریم پرش کنیم اگه دقت کنی کنیم اینجا گفتیم یه بخش یه تعداد زیادی از UTXO ها در واقع چه یو هستن که به جیب طرف برگشتن یعنی در واقع این تراکنش معناداری نیست تو دنیای یعنی از لحاظ اقتصادی معنادار نیست چرا چون وقتی ما میخوام نگاه خرج کردن افراد بکنیم ما میخوام ببینیم افراد چقدر دارن خرج میکنن او که جیب خودش مثلا تو مغازه وقتی ما داریم میدی فرض کنیم ما میخوام میزان خرید چه میدونم ام 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 یک لباس و یه برند خاص رو دنبال کنیم امروز در تمام مغازهای کشور ببینیم اون برند لباس چقدر فروختن ما عملا از اقتصادی کار نداریم شما یه اسکناس 100 هزار تومنی دادید و 50 هزار تومن پس گرفتید ما کار بدونیم که شما 50 هزار تومن خرج کردید یک تیشرت 50000 تومانی خرج کردین و ما نگاه به خرج کردن ها میکنیم اون تراکنش که در واقع صاحب مغازه بقیه پول شما رو به شما میده از لحاظ اقتصادی حداقل معنایی نداره پس ما میایم تمام داده هامون رو از تو ها... تمام داده ها وقت داریم یک متریک یا یک ایندیکیتور حساب میکنیم میایم اون تراکنش هایی که در واقع برگردوندن بقیه پول شما به شما بوده رو حذف میکنیم پس تمام اطلاعاتی که این بخش تمام متریک هایی که اون تراکنش ها یه چینج یا حالا بقیه پول ازش هست شده رو میگیم چینج ادجاستد مثلا این دیتا رو نگاه کنین این داره حجم روزانه بیت کوین که داره جابجا میشه رو به شما نشون میده خط آبی رنگ خط آبی رنگ در واقع توتال ترانسفر والیوم تعداد بیت کوین که داره جابجا میشه تو روز مثلا چند چه میدونم چند صد هزار تا یا مثلا چند میلیون بیت کوین کار به حجم نداره ولی اون خط آبی رنگ چیزی است که مجموع تمام تراکنش هاست مجموع تمام یو رو هست که جیب به جیب شده این سکای هست اون چیز نارنجی رنگ چینج اجاسته یعنی اومدیم اون تراکنش هایی که از دین دست بودن رو حذف کردیم نگاه کنید چقدر تفاوت وجود داره یعنی این فاصله این دوتا در میشه میزان اون حجمی از سکایی که خرد شدن ولی بیشتر بر در یعنی چیزی که ذات این تراکنش از نوع برگردوندن پول به جیب اون کسی بود که این بیت کوین ها رو خرج کردن معنادار نبوده از لحاظ اقتصادی بقیه پول بوده پس اینا رو اگه حذف کنیم تمام داده که دنیای آنچه وجود داره تو داده آنچه مربوط به بیت کوین وجود داره شکلشون عوض میشه چون یه بخش بزرگ از تراکنش ها از توی اون محاسبات کشیده شدن بیرون پس وقتی میگیم چنج ادجاستد یعنی اثر این تراکنش هایی که در واقع در قامت برگردوندن پول به صاحب بقیه پول به اون کسی که خرج کرده صاحب اون تکساب بوده در اون قامت بوده رو اومدیم از تو حذف کردیم دومین نکته که داریم اینه که انتیتی ادجاستمنت این کلمه خیلی می دنیا بیت کوین باید معنیش رو بدونید معنی انتیتی ادجاستمنت یعنی چی یعنی شما فرض کنید اگر من مثلا چه میدونم زیبا و شهاب دو نفر هستن دو نفر متفاوت این اسلاید یکم باید در برای دو تا مفهوم تولید شده ولی خب حالا من خوام توضیح بدم زیبا و شهاب دو تا اسم ما داریم میبینیم اینجا داخل شبکه و این دوتا ما می جا به نظر میسه دارن پول جابجا جا میکنن ولی در واقع این اسمی که ما گذاشتیم یا اون پابلیک ادرسی که گذاشتیم رو اسم اینا در واقع یه اسم انتخا... یه اسم هست که در ظاهر شاید متفاوت باشه ولی ممکنه دو تا والد مربوط به یه نفر باشه متوجه شدید این که این دوتا والد مربوط به یه نفر بودن رو ما از روی جا... یعنی ب... کار به محاسبات ریاضیش نداریم کار به اینکه چه جور حساب میشه نداریم ولی فرض کنیم ما بتونیم یه روش داشته باشیم که اینکه دو نفر جیب چپ و راست یه نفر که بیت کویناشون داره یا یک صرافی یه صرافی ممکنه صدها والد داشته باشه اوکی ما برای که بتونیم بفهمیم اینکه چجوری این حساب میشه من وارد جزئیاتش نمیشم ولی چون فرض که ما یک روشی داریم که میتونیم تمام این صد تا والد رو در کنار هم بزنیم و یک کلاستر یا یک مجموعه درست کنیم میگیم آقا این صد تا والد برای بایننسه و اینو یک انتیتی در نظر بگیریم اگر بین اون والت چیزی جابجا شد برای ما علاوه اقتصادی معنا این که عجیب شما عجیب چپتون به جیب راستتون پولی منتقل کنید علاوه اقتصادی معنا نداره پس اگه اون تراکنش رو بیم از تو محاسبات تو دفتر حساب وقت داریم نگاه میکنیم بهش نگاه نکنیم در واقع انتیتی ادجاستمنت کردیم در واقع ما چیکار کردیم اون تراکنش که جیب به جیب بوده رو اثرش رو حذف کردیم این یه نوع یک بخش از انتیتی ادجاستمنت یه بخش دیگه دنیای بیت کوین ما داریم که من بازم وارد تکنیکال بحث تکنیکال نمیخوام بشم اون جایی که تراکنش داشت انجام میشد شما فرستون اسم شما شهابه شما در تراکنش انجام میدین یک سری یو او یا بیت سکه طلا آب میکنین و میفرستید و یه مقدار به عنوان بازگشت به شما برمیگرده گفتم چنج داره بقیه پولتون داره برمیگرده شما اسم تو شهابه ولی وقت داره برمیگرده کلا تو سیستم بیت کوین چیز داره به نام اون ادرس که اسمون ریوز نمیشه یعنی شما وقتی میخواین پولتون رو پس بگیرید به اسم شهاب بهتون بر هر بار یه اسم دیگه دارید حالا دلشی من واظن اسم شما مثلا فوق اشهاب تبدیل به زیبا اوکی پس به نظر می که یک نفر جدید اون تو یعنی وقتی نگاه فقط اگر بخویم فقط بر اساس ظاهر مسئله قضاوت بکنیم به نظر یک نفر جدید اون سکه رو در نظر گرفته که نه شما همون فردید درسته در واقع شما اون یو که پس گرفتید یا اصلا آم... آدر... پابلیک آدرسی که دارید برای معرفی میکنه خودتون تو شبکه ممکن اسم های متفاوتی معرفی کنید ولی در واقع یک نفر باشید ولی به محضی که اون یوتیکس که تو جیب شماست با اسم های متفاوت تو جیب شما آمده مثلا یکی به اسم زیبا برای شما فرخت شد... شده به اسم شهاب یا به اسم متفاوت به محضی که شما و در شبکه به نظر مثل چند تا پا... پابلیک ادرس متفاوت وجود داشته باشه به نظر میرسه که چند نفر صاحب این یوتیکس ها هستن در نگاه اول ولی به محضی که شما میخواین یوتیکس ها رو خرج کنید و به نظر میسید یه مقدار از پولای شهاب و پولای زیبا روی هم ریخته شده و آب شده و به عنوان یک نفر ماده تصمیم گرفته و اینا رو با هم اسپند کرده یعنی دست تو جیبش کرد جیب شهاب جیب زیبا دست کرده و یک سر سکه در آورده و میخواد به اسم میلاد خرجشون کنه اینجا در واقع اینجا میفهمیم که این اسمای ظاهری در واقع اون پابلیک اترس ها برای یک نفر بوده و میلاد اینجا صاحب همه است اون موقع دوباره میایم این ها می رو میریزیم هم رو همدیگه و میگه ای اینا صاحبش یه نفر بوده اینم یه نوع انتیتی ادجاستمنت که میایم چیکار میکنیم میگیم آدرس هایی که به نظر در تصرف افراد متفاوت بودن رو در نظر میگیریم بعد میایم به محضی که اینا این چند تا آدرس به صورت همزمان یک نفر تصمیم گرفت برای خرچ کردن سکای در اون حساب ها میفهمیم که این در واقع چی یک کلاستر بوده یک نفر بوده اینم یه نوع انتیتی ادجاستمنت پس با این روی هم ریختن آدرس هایی که در کنترل یک نفر یک نهاد هستن هم ما یک انتیتی ادرس میگیم و ما این چیکار کنیم دیتا رو پاک کردیم دو تا مثال اینجا ببینیم اینجا همون خط آبی رنگ والیوم بود که میدیدیم والیوم کلی که تو شبکه داریم میبینیم اون فضای اون بارچارت نارنج رنگ میشد زمانی که اثر چینج یا اون پولی که به عنوان بقیه پول به شما میدادیم رو از توی اون دیتا پاک کردیم اون خط سبز رنگ در واقع میشه چی اون تراکنش هایی که چنج نبودن ولی از این جیب به اون جیب بودن رو اومدیم هست کردیم چون در واقع مال این پولا برای یک نفر بوده درسته پس اون سبز رنگی میشه انتیتی ادجاستد یعنی کلین ترین داده از لحاظ اقتصادی اون داده هستن که انتیتی ادجاستد شدن یعنی اثر آدرس های متفاوت یا اثر اینکه افراد کنترل میکنن والت متفاوت رو اومدیم اینجا حذف کردیم تو محاسبات اون یک مثال دوم من اینجا زدم اکتیو آدرس یا اکتیو انتیتی خط نارنج رنگ نشون میده یا چند تا آدرس امروز یک بیت کوین فرستادن یا دریافت کردن یعنی یک فعالیتی از خودشون نشون دادن وقتی که بیایم اون آدرس که مربوط به افراد متفاوت هست یک نفر هستن ولی آدرس های متفاوت هستن رو بریزین رو هم و یک جا حسابش کنیم به اسم میگه انتیتی تعداد انتیتی ها بشه کمتره در واقع این تفاوت بین تعداد انتیتی و تعداد آدرس نشان دهنده که چقدر تو شبکه بیت کوین داره از صاحب چند تا ادرس یه نفر هستن این انتیتی اجاز اثرش داریم اینجا تو این میبینیم پس انتیتی اجاز در واقع دلیل انجامش اینه که ما بیایم تراکنش های یا هایی که تو اون دفترچه حساب داره انجام میشن رو بیایم تحت لواه صاحبشون بیاریم و اگه یه نفر داره 5 -6 تا ادرس داره رو ما یک انتیتی حسابش کنیم و اگر بین آدرس های اون فرد پول جابجا شد اون رو بهش وزنی ندیم تو محاسباتمون این دو تا مفهوم اصلی بود که با بهش اشاره میکنیم و داده ها رو میومدیم اومدیم توصیم که چجوری اینا رو میتونیم استفاده کنیم با دونستن این مف این شبیه سازی شبیه سکه و این با دونستن مفهوم انتیتی ادجاستمنت و با دونستن مفهوم چینج ادجاستد اجاسمنت شما میتونید وارد دنیای آنچه میشین و بریم سراغ متریکای های بعد چیزی که من انتظار دارم اینه که تو بخش اناونسمنت تلگرامی که گروه تلگرامی داریم من حدود 5 تا سال میپرسم و از تمام کسایی که دارن ویدیو می رو میبینن یا تو دور دارن شرکت میکنن تقاضا میکنم که اون پنج تا سوال و جوابش رو بدن من سعی از سوال ساده به سخت باشه و در خلال انجام این تسک ها شما مجبور هستید سری کارا بکنید که به شما کمک میکنین رو بهتر بفهمید و آماده بشین برای جلسات بعدی موفق باشید و امیدوارم که جلسه بعدی بریم سراغ موضوع بسیار بسیار جذاب تر.